خب بینندگان عزیز، با سلام به شما، برنامه این هفته آقای یزدان خدابنده رو تقدیم میکنیم به شما. ایشون از آلمان و بنده هم در ترامپ لند. حالا دیگه آقای رئیس جمهور اینجا قرار ترامپ باشه، اسم اینجا رو میتونیم بذاریم ترامپ لند، یعنی کشور یا سرزمین ترامپ. بذارید من بلنگوی صدای آقای خداونده رو هم بذارم اینجا برای دوستان فیسبوکی. آقای خداونده رو سلام میکنم به شما، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید و هر جا هستید خوب و خوش باشید. بریم امروز صحبت کنیم درباره این آینده ایران و نشستی که قراره بشینن در اون نشست، تازه ببینن اپوزیسیون اشکالش چیه. ضمن این که شما بارها گفتید اصلا اپوزیسیونی وجود نداره. این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، بفرمایید. درود بر شما آقای سوربی، بینندگان و شنوندگانتون. برنامه امشب درباره آسیب شناسی اپوزیسیون هست. مد بحث در باب آسیب شناسی اپوزیسیون ایران را جهت روان و گویا شدن از نکات نگارشی تمیز کردم. ابتدا برای شما و بینندگان میخوانم و سپس به تجزیه تحلیل و تناقضات آن میپردازم. تناقضات این متن، نه اون حرفهایی که سخنگویان میخوان در روند جلسه بیان کنند. این متن دارای یه سری تناقضات است. بحث میزگرد آسیب شناسی اپوزیسیون ایران، تاریخ اونم 18 تا 20 نوامبر 2016، تورنتو، کانادا. در متن اومده هدف از برگزاری نخستین میزگرد آینده ایران بررسی توانایی و ناتوانایی های اپوزیسیون در 37 سال حکومت جمهوری اسلامی و رسیدن به ساختار اپوزیسیونی است که قادر باشد اعتماد مردم و حمایت بین‌المللی را جذب کند. اگر بپذیریم که یکی از دلایل اصلی ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی فقدان اپوزیسیون کارآمد است، ناگزیر باید به این سوال پاسخ دهیم: امروز چه باید کرد؟ و ادامه میده: امیدواریم برگزاری میزگرد آسیب شناسی اپوزیسیون در 5 محور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای بتواند پاسخگوی مشکلات امروز و قدمی مثبت در ساختن آینده ایران بردارد. خب شما بحثی که ندارید. اگر فقط توضیح میدادید که این از طرف کی یا این متن از طرف چه سازمانی به اصطلاح شروع شده؟ بله توضیح میدم. این یه صفحه خصوصی در فیسبوک هست به نام ایران ما، آینده ایران. بله. و همین کلمه آینده ایران رو هم گذاشته به همین این اسم این میزگرد و بعد توسط همین فیسبوک برای من ارسال شد و در اونجا هم نوشته بود که از شما دعوت به عمل اومده که در این میزگرد شرکت کنید، که من در اینجا توضیح میدم که چرا نمیتونم شرکت بکنم. بعد در این متن که در 5 محور صورت میگیره، من اینا رو به علت اینه که زمان کمتری ببره که در حوزه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و رسانه‌ای اینا هست، هر کدوم 5-6 سوال درش مطرح شده که در مجموع 26 سوال رو در بر میگیره که عموما بعضیاشون تکراری هست. با این وجود کار خوبی هست، چرا که هر کدوم از این سوالهایی رو که مطرح کرده میتونه عنوان یک مقاله باشه و هر کس که قلم به دسته و توانایی نگارش مقاله رو داره، این عنوانها میتونه اونها رو برانگیزه که درباره آسیب شناسی و اپوزیسیون مقاله بنویسه و این مقالات رو هم ارسال کنه در اونجا و در آینده به یک کتاب تبدیل بشه. من از این سوالات میگذرم و از شما خواهش میکنم بعد از اینکه این مطالب رو من خوندم، شما
میتونید انگشت روی هر کدوم از این سوالات 26 گانه بگذارید، یا خودتون دربارش بحث بکنید که دیالوگی بین ما صورت بگیره، یا از من میتونید سوال کنید که نظر من چیه، نظرم رو میدم. بسیار عالی. خب حالا از این چیز متنش هم که برای شما فرستادم شما در اختیار دارید. بله. و این اعلامیه یه متمم هم داره که اونا رو من توی صفحات جای دیگرش پیدا کردم، که در اونجا تو اون متمم تقریبا اهداف این کنفرانس رو داره روشن میکنه. میگه کیستم و چه میگویم؟ آینده ایران گروه سیاسی نیست، آینده ایران حزب نیست، آینده ایران جبهه نیست، آینده ایران جنبش نیست، آینده ایران متعلق به هیچ فرد، سازمان، حزب و گروه سیاسی نیست، آینده ایران یک گروه فکری است. در همین این متمم فاجعه آغاز شد. من دونه دونه به اونها میپردازم. میگه که من کیستم و چه میگویم. خب طبیعی هستش که هر سخنرانی که اونجا میاد در اونجا صحبت میکنه خودشو معرفی میکنه و مقالش هم یا به صورت شفاهی یا کتبی اجرا میکنه. اینجا میاد میگه آینده ایران گروه سیاسی نیست. خب اگر گروه سیاسی نیست، بفرمایید شما مگه اپوزیسیون یه موضوع سیاسی نیست؟ برای چی بس به اپوزیسیون شما میپردازید؟ این اولین تناقض. آینده ایران حزب نیست. خب هنوز اینا متوجه نیستن که ملت ایران تنها از یک حکومت مذهبی ناهنجار در رنج نیستن، بلکه از فقدان احزاب کارآمد برخواست از پیکر مردم دارن رنج میبرن. ما تا زمانی که احزاب برخواسته از پیکر مردم رو نداشته باشیم و مستقل نباشن، صحبت از دموکراسی و سکولاریسم و نمیدونم حکومت لایسید و این حرفا مهملات. آقا آینده ایران جبهه نیست. بس شما برای چی دارید این حرفا رو میزنید؟ مگه اپوزیسیون وقتی که میخواییم تعریفش بکنیم میگه به گروه مخالف دولت گفته میشه، یعنی یه جبهه‌گیری است. اگر که شما اینجا دارید میگید ما جبهه نیستیم، بس برای چی در گروه در جدول اپوزیسیون قرار میگیری؟ آینده ایران جنبش نیست. خب اگه جنبش نیست و شما طالب سکون و ایستایی هستید، خب برید توی همون جمهوری اسلامی که یه حکومت سکونزا و ایستاست دیگه. برای چی دارید این کنفرانس رو برگزار میکنید؟ اینا باید مورد بررسی. آینده ایران متعلق به هیچ فرد، سازمان، حزب و گروه سیاسی نیست. خب حالا وقتی که متعلق به هیچ کس نیست، من چگونه خودم رو میتونم بیام در پناه شما با شما همکاری کنم و با شما اتحاد بکنم برای یک جهت یک مبارزه واحد؟ آینده ایران یک گروه فکری است. این پنج مطلبی که در متمم اومده تکلیف عمل رو روشن میکنه که آینده ایران متعلق به هیچ فرد، سازمان، حزب و گروه سیاسی نیست. در صورتی که من برای شما قبلا یک برنامه اجرا کردم که یک ساعت طول کشید و در اونجا توضیح دادم نقش احزاب مستقل در اداره یک جامعه مدرن چی هست. خب چرا این نمیاد بگه که ما با این گروه یعنی گردهمایی افراد رو میشناسیم و همسو میشیم، هم فکر میشیم با این بررسی هایی که میکنیم و بعد میتونیم یه به یک حزب تبدیل بشیم و با حزب در انتخابات شرکت کنیم. شما وقتی که حزب اونا تکیگاه حزب نداشته باشی در جامعه نمیتونی کاندید بشی. این سوالات و این حرفا نشون میده که اینها سیاسی نیستن، چرا که انسان سیاسی تعریف داره.
یه انسان سیاسی به اون فردی گفته که میشه که در ابتدا دارای پشتوانه فرهنگیه و به وساطت این پشتوانه فرهنگی که داره در سیاست، در تاریخ، در فلسفه، در مسائل اجتماعی، در جامعه‌ای که زندگی میکنه اظهار عقیده میکنه، قضاوت میکنه، عمل میکنه و در این قضاوت ها هستش که شخصیت یه انسان سیاسی زاده میشه. بسیاری از این افرادی که به اصطلاح میگیم اپوزیسیون هستن، اینا سیاسی نیستن، چرا که دارای پشتبانی فرهنگی نیستن و در جدول اپوزیسیون قرار نمیگیرند. بعد ادامه میده بدون همیاری و همفکری. اونجا میاد میگه ما به هیچ چیزی متعلق نیستیم و بعد اینجا میاد دعوت به اتحاد میکنه، میگه بدون همیاری و همفکری و حضور ما که نگران و فکر آینده ایران هستیم، گروه فکری آینده ایران امکان ادامه فعالیت نخواهد داشت. اما اگر باور داشته باشیم ایران آینده باید ایرانی برابر باشد، معلوم نیست این برابر یعنی چی، من میتونستم اصلاحش کنم. آقای سربی، وقتی که توان تولید شما مثلا در روز دو جفت کفشه و من 8 جفت کفش تولید میکنم، چرا باید آخر ماه من بیام 8 جفت کفشم رو با 2 جفت کفش شما ببریم تو بازار بفروشیم و درآمدمون رو تقسیم بر 2 کنیم؟ برابری در همه سطوح به موازات عدالت اجتماعی نیست. نظری دارید شما؟ میگم شاید میخواستن بگن یه جورایی که یعنی میخوان دنبال اون حکومت کمونیستی و اینها باشن. بله اینا نه دنبال حکومت کمونیستی، ظاهرا کمونیست نیستن ولی ظاهرا مذهبی هستن. من برای شما یه دونه متن یه زمانی ارسال کردم خوندم که زیربنای تفکر این شاه اللهی ها مثل حزب اللهی های ماست و اکثر اینها هم شاه اللهی هستن. در واقع اگر باور داشته باشیم ایران آینده باید ایرانی برابر باشد که همه در آن از حقوق مساوی برخوردار باشند، بسیار از حقوق مساوی رو ما قبول کنیم. اگر باور داشته باشیم که برای ساختن آینده ایران امروز نکات اشتراک ما از اختلافات ما بیشتر است، اتفاقا اختلافات ما از اشتراکات ما بیشتره. اگر اشتراکات ما بیشتر بود و اختلافات ما کم بود، ضرورتی نداشت که بیاییم اینجا اپوزیسیون رو آسیب شناسی کنیم. اگر باور داشته باشیم که هیچ یک از جناح‌های حاضر در حکومت اسلامی پاسخی برای امروز فردای ایران ندارن، خیلی خوب درست داره میگه، منتها عملکردهاشون رو باید بیارن مورد بررسی قرار بدن و بگن که این آقایون با این عملکردشون آب در آونگ دارن میکنن و به ملت ایران دارن ضرر میزنن در همه سطوح. اگر باور داشته باشیم که آینده کشور ما با ادامه حکومت اسلامی محکوم به فروپاشی است، بسیار خوب. اما من به شما قول میدم آقای سربی، بعد از اینکه این کنفرانس خاتمه پیدا کرد، به متن بسیاری از این افرادی که در اونجا سخنرانی کردن توجه کنید، ابدا درباره اسلام حرفی نمیزنند. مخالفتی با اسلام که سرمنشه تمام این بدبختی های ماست اشاره نمی کنند. اگر قبول داشته باشیم که به رغم تمامی فعالیت های ما تا به امروز نتوانستیم اعتماد مردم ایران و حمایت جامعه بین المللی برای جایگزینی حکومت اسلامی را جلب کنیم، بله نتوانستیم، باید خودمون رو مورد بررسی قرار بدیم به این خاطر که چرا نتوانستیم. در همین میزگرد باید مورد بررسی قرار بگیر به عنوان اپوزیسیون داره چه ضعف‌هایی هستیم. اگر بپذیریم که یکی از دلایل اصلی ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی نبودن اپوزیسیون کارآمد است، بله درسته، و اگر با هم همگام باشیم، یعنی داره دعوت به اتحاد میکنه بدون توجه به اینی که ساروج اتحاد رو نشون بده، یعنی دشمن مشترکمون رو یا منافع مشترکمون رو، شاید تو این میزگرد کسانی باشن که به اینا اشاره بکنن. اگر با حفظ تمامی عقاید
با حفظ تمامی عقاید میگه آقای سوربی، من به شما به عنوان یک شهروند آمریکایی ایرانی شخصا احترام قائلم، اما هیچ لزومی نداره که عقاید شما را بپذیرم. بله شما یه برنامه هم گذاشتید درباره این که داشتم اونجا توضیح دادم، بله، که شما به جای اینه که به عقاید مردم احترام بگذارید، به خودشون به عنوان شهروند و عضو جامعه بشری احترام بگذارید، حتی اگر جانی باشه. عقایدشون اگر سودمندی داشته باشه و سودمندیش درجه سودمندیش بالا باشه، اونم قابل احترامه. میگه دیگه اگر با حفظ تمامی عقاید، نه خرافات، ما با همون عقاید گرفتاری داریم و دیدگاه‌های شخصی خودمان با هم گفتگو و تبادل نظر کنیم، میبینید که در تفکراتشون چقدر تضاد و تناقض وجود داره. یعنی واژه ها رو همینطوری دیمی تو دیوار دارن استفاده میکنن، نمیدونن که در پس این ها چه مطالبی نهفته شده. بنابراین اینا انسان های سیاسی فرهنگی نیستن. اگر بپذیریم که اختلاف نظر میتواند سازنده ترین و مؤثرترین نقطه آغاز باشد، اختلاف نظر، بله، مشروط بر اینه که در این استکاک عقاید حقیقت بیرون بجهه اون موقع، نه اینه که شما در اعتقادات خودتون باشید که حفظ کنید اون رو، منم در اعتقادات خودم باشم. طبیعی هستش که اعتقاداتی صورت نمیگیره، تحولی صورت نمیگیره. اگر بپذیریم که اختلاف نظر میتواند سازنده ترین و مؤثرترین نقطه آغاز باشد، اگر هم اختلاف نظری باشد شخصی برخورد نکنیم، چون آینده ایران متعلق به همه ماست. بدون قهر، بدون برخورد شخصی و با برخوردی حرفه‌ای و سیاسی و با در نظر داشتن هدف اصلی و دلایل تلاش و با هم نشستن به رفع آن بپردازیم. امیدوار هستم که موفق باشید. ما میتوانیم بنیان فکری مناسبی را برای ساختن آینده‌ای روشن برای کشور و فرزندانمان ارائه دهیم. امیدواریم که اینطور باشه. ما میتوانیم برای به وجود آوردن یک اپوزیسیون دموکراسی خواه و پایبند به اصول و موازین بین المللی، داخل پرانتز گفته حقوق بشر، که بتواند اعتماد مردم ایران و حمایت جامعه جهانی را جلب کند، برنامه‌ریزی و حرکت کنیم. ما هم امیدوار هستیم که بتونید کاری از پیش ببرید. حرکت به سوی آینده ایران. برای حرکت به سوی آینده به وجود آوردن گروهی که با هم برای ساختن آینده ایران قدم برخواهد داشت، از شما دعوت کنیم، می‌کنیم که با حضور واقعی و مجازی با ارسال عقاید و یا همفکری در آینده ایران، داخل پرانتز یعنی این گروهه، یعنی این سایته، حضور مثبت و سازنده داشته باشید. شما ببینید در اینجا میگه برای حرکت به سوی آینده و به وجود آوردن گروهی، و همون بالا توی اون متممش داره میگه که ما اینا رو سرد کردیم. در اینجا داره دعوت میکنه بیام یه گروه تشکیل بدیم. بسیار خوب، وقتی که با هم تجانس فکری داشته باشیم میتونیم گروه تشکیل بدیم و فعالیت سیاسی بکنیم و یک حزب اصلا تشکیل بدیم و با حزب بریم در انتخابات شرکت کنیم. خب این شما و ما خواهیم بود که راه جلو رفتن را برای آینده ایران مشخص خواهیم کرد. امیدواریم اگر صلاحیتش رو داشته باشیم به ما نپیوندید، به هم بپیوندید. خیلی خوب، اینجا چون برای اینی که میخواد اعتراض بکنه به اونی که مرتب تا کنون همه اشعار میدادن به ما بپیوندید، به ما بپیوندید، من بارها به این افراد گفتم که خب برای چی من باید بیام به شما بپیوندم؟ چه دستور عملتون کو؟ اساسنامتون کو؟ شما هم دیدین یه مرتبه انتقاد میکردین از اون آقای مشکین قد که آقا این حزبی که شما چیز دارید این اساسنامه‌شو بفرست ما بخونیم ببینیم اگر توش نکات مثبت هست ما بیاییم دوست بشیم. آخرم نفرست. خب حالا اینجا هم ما امیدواریم که اینا یه مقداری عقل سیاسیشون فعال شده باشه، متوجه باشن که خیلی خوب، من جز به جز مطالب رو برای اینا ارسال میکنم و اگر هوشمند باشن متوجه بشن که بسیاری از این مطالبی که در این 26 سوال مطرح شده رو من جواب دادم. در طول این 10 سال انبوهی مقاله در این زمینه ها نوشتم.
ادامه میدم. در بخش نظرها من پیشنهاد میکنم شایسته است هموطنان به همراه انتقاد، شما دیدید که من اون لینک اون انتقادها را برای شما فرستاده بودم، اگر خونده باشید یه سری حرفایی زدن فقط در حد انتقاد هست، اما هیچ کدوم از این مطالبی که در اینجا مطرح شده داره یکی رو به عنوان یه مقاله مورد کاربرد شافی قرار نداده، فقط انتقاد کرد. در بخش نظرها من پیشنهاد میکنم شایسته از هموطنان به همراه انتقادهای سنجیده حداقل به یکی از نکات مطرح شده در این متن بپردازن تا پس از ویرایش به کتابی تحت عنوان آسیب شناسی و اپوزیسیونی ایران تبدیل شود. یعنی این پیشنهادی هستش که به این گروه دارم میکنم، به اون آقای افشینجم یا آقای چالنگی یا حسین لاجوردی، اینا که گردانندگان هستن توجه کنن به این مطالب، من میفرستم اینا رو میتونن زمینه این مرد بکنن تبدیل شود. ابتدا از آقای افشینجم، آقای حسین لاجوردی و هموطنانه که اقدام به برگزاری میزگرد میکنن تشکر کنم که بعد از 37 سال تصمیم گرفتن اپوزیسیون ایران را آسیب شناسی کنند، که کار بسیار ضرور و از من هم دعوت به عمل آوردن که تا در آن شرکت کنم که به چند دلیل نمیتوانم در آن جلسه حضور داشته باشم، که اگر لازم بود در گفتگو با شما آقای سربی به آنها اشاره میکنم. حال جز به جز تا جایی که زمان اجازه میدهد به تجزیه تحلیل و تناقضهای متن اعلامیه میپردازم. شما صحبتی دارید؟ نه، فقط در رابطه با اینکه اینا شعار میدن ما حزب نیستیم و سازمان نیستیم و گروه سیاسی نیستیم و برمیگرده به اونجایی که بعدم میگن ما در آینده ایران جایی نمیخوایم داشته باشیم، من متوجه شدم این فقط یه شعاره. اینی هم که میگن به ما نپیوندید به هم بپیوندید، در حقیقت باز یه دروغ بزرگ و یه شعاره، چون حقیقتا اگه خودشون توانایی به دیگران پیوستن رو داشتن تا حالا به یه جای پیوسته بودن. همین آقای ترامپ که امروز یعنی دیشب قبول شد که بشه رئیس جمهور اینجا، 30 سال پیش دنبال این کار بوده و به چندین نفرم گفته که من میخوام رئیس جمهور بشم. من بارها گفتم ای کاش این دوستان که میومدن همون اول تکلیف مردم رو معین میکرد، یکی میگه من بخوام شاه بشم، یکی میگه من میخوام رئیس جمهور بشم. من فکر میکنم اینها دروغ میگن که در پشت این دروغ باقی بمونن، درست همونجوری که آقای خمینی دروغ گفت که من طلبه بیش نیستم، وقتی بیام میرم قم، وقتی هم اومد اونجا نیزاش هیچ کس دیگه هیچ جا بره، خودش همه کار شد. اینا هم جز شعار، جز دروغ و جز پنهان شدن پشت یک سری کلمات و جملات قشنگ هیچ چیز دیگه ای نبوده، نیست و نخواهد بود. بفرمایید. خب با قسمت که از حرفای شما موافق هستم. بسیار. در اعلامیه من گفتم میپردازمش. مطلب کانونی میزگرد کلمه اپوزیسیون است که ابتدا باید این واژه تعریف شود تا هستی، چیستی و چگونگی عملکردش مشخص کردن. کلمه اپوزیسیون از ریشه لاتینه واژه اپوزیته به معنای ضد و در حوزه سیاست به گروه مخالف دولت حاکم گفته می شود. این تعریف علمی اپوزیسیونه و ضدیت خود را در دو چهره قهرامیز و سرجویانه بیان می کند. در پوزیسیونه، نه اپوزیسیون، پوزیسیون یعنی حالتهایی رو که میگیره، در پوزیسیون خشن طالب براندازی و در جبهه‌گیری صلح‌آمیز با اصلاحات تدریجی موافق است. دو، در متن آمده هدف از برگزاری نخستین میزگرد آینده ایران بررسی توانایی و ناتوانایی های اپوزیسیون در 37 سال حکومت جمهوری اسلامی و رسیدن به ساختار اپوزیسیونی است که قادر باشد اعتماد مردم ایران و حمایت بین المللی را جذب کند. جواب: ایشان در طول 37 سال متوجه نشده که جمهوری اسلامی ترکیب غلطی است و
وقتی که من میگم اینا دارای پشتوانه فرهنگی نیستن، نمیدونن که این واژه هایی رو که درست کردن و به خورد مردم دادن اینا درست نیستن. بسیارش جمهوری اسلامی ترکیب غلطی است، زیرا جمهوری اسلامی نمیشود، چون جمهوریت نظام سیاسی است متکی به آرای مردم و اسلام دیانت است که اصولش تغییرپذیر نیست، در صورتی که در نظام جمهوری دائما قوانین در حال تغییر و تحول و منطبق کردن و همسو با اهداف ملت. و فراموش نکنیم این رژیم شبه سلطنتی است. من این کلمه رو از زبان هیچ کس نمیشنوم که آقا این رژیم رژیم سلطنتی است، که تاج رو برداشتن عمامه رو جاش گذاشتن، که تاج رو برداشته عمامه جایش قرار دادن و مردم در انتخاب رئیس دولت و سایر ارگانهای تصمیم گیرنده داخل پرانتز قوه قضاییه مقننه اجرایی نقش ندارن، کاری نیستن و در چنین فضا مکانی اعتماد به کسی ندارند. اینا دارن درباره اعتماد به هم داریم صحبت میکنیم. من زمانی به شما آقای سربی اعتماد پیدا میکنم که منافع و دشمن مشترک همدیگر رو بتونیم بشناسیم. شما به من خیر برسونید، منم به شما سود برسونم. در غیر این صورت چه دلیلی داره که من به شما اعتماد کنم؟ زیرا اعتماد زمانی در روان مردم پررنگ می شود که در سرنوشت خود و امور کشورشان سهیم و مداخله داشته و در هیئت ملت واحد، نه در زیر سایه شوم امت اسلامی قرار داشته باشند. اینها در حرفاشون من هیچ جا نشنیدم که یک امتی هست و یک ملت. مشکل جامعه امروز ما و یا اپوزیسیون این استش که این پدیده امت ملت رو هنوز شناسایی نکرده که نقش اون امت چیه و نقش این ملت چیه، که بعد از انقلاب 57 این ملیت هستش که داره خودش رو نشون میده و اون امت رو به چالش میگیره، امت اسلامی رو که حاکم بر همه امور زندگی ماست. و ادامه میدهن: اگر بپذیریم که یکی از دلایل اصلی ماندگاری رژیم جمهوری اسلامی فقدان اپوزیسیون کارآمد است، درسته؟ جواب میدم با تأسف بسیار، ایشان مثل آن 98% از پابس گذاردگان به اصطلاح تحصیل کرده و روشن فکر ما در طول 37 سال متوجه نشدند که هدف خرد جمعی ملت از قرار دادن ملا و مکلایان بر اریکه قدرت عاشق چشم ابروی عالی جنابان نبود، بلکه روشن کردن تکلیف دیانت اسلامی و برچیدن بساط نکبتبارش از پهنه ایران اهورایی بوده و هست. و طبیعی است کندن این رخت آلوده به خرافات و مظاهر شریعت نبوی ضد ایرانی چسبیده بر پوست بدن و روانشان در طول هزار سال اخیر چنان سخت موزاییک بندی شده و به رویش لعاب تقدس کشیدن که پاک کردن آن از فرهنگ نیازمند اراده ملی و کاریست زمانبر. امروز وقتی که ما داریم اپوزیسیون رو میخواییم آسیب شناسی کنیم، به خاطر این هستش که چرا ما متوجه اون ضعف ها نشدیم. یکی از این مسائل این بوده که متوجه بشیم که هدف ملت ایران چی بود. وقتی که اونجا داره مطرح میکنه که امروز چه باید کرد، دیدید من چند وقت پیش، حدود 7 ماه پیش، یه برنامه اجرا کردن که تمام طول زمان رو پر کرد به نام چه باید کرد. در اونجا من توضیح دادم برای اینی که ما بدونیم چه باید بکنیم، اولین گام این استش که بدونیم چه حادثه ای اتفاق افتاده، دومین گام این استش که بدونیم این حادثه برای چه اتفاق افتاد، سومین گام این استش که حالا که این حادثه اتفاق افتاده سمت و سو و اهداف آن چگونه است. اینا رو ما نمیخواییم مورد تجزیه و بررسی قرار بدیم. من این مقاله همون چه باید کرد رو برای اینها میفرستم که جواب اون چه باید کرد رو داده باشم. ایشان میپرسد: ناگزیر باید به این سوال پاسخ دهیم، امروز چه باید کرد؟ جواب:
این سوال امروز چه باید کرد نشان میدهد که بعد از 37 سال هنوز سرگشته و حیرانند و مقاله چه باید کرد من را نخواندند که در آن توضیح دادم ملت قهرمان ایران گوش ملا و مکلایان را در رستاخیز 57 گرفت، که هنوز یه تعدادی میگن رستاخیز 57 توطئه بود، شورش بود، بلوا بود، بدون توجه به اینی که شورش، بلوا، توطئه با انقلاب هر کدوم اینا تعریف دارن. قرار دادن این واژه های غلط انداز به جای انقلاب غلط هست، نشون میده که اینا سیاست فرهنگ سیاسی ندارن، پشتوانه فرهنگی در حوزه سیاست ندارن. و حاشیه و کاسر ملت قهرمان ایران گوش ملا و مکلایان را در رستاخیز 57 گرفت و از حاشیه و کاسلیسی سفره ملت بر میدان پرچالش ایران معاصر افکند تا به وساطت ایشان یعنی ملا و مکلا تکلیف دیانت اسلامی را روشن کند، که متاسفانه اینا در بحث ها و گفتگوهاشون به جای پرداختن به علت ها 80 و 90 درصدشون با معلول ها گلاویزن. احمد جایی اینطوری گفت، خمینی اونطوری گفت، خامنه ای اینطوری گفت. خب حالا اگه ازشون بپرسی که چرا این احمد نژاد اینو گفت، به جایی که روی خط علت معلول درست حرکت بکنه، یعنی از معلولی که احمد نژاد باشه به علت به بردازه، نمیتونه. چرا؟ فلسفه نخونده. خب ایشان امیدوار است برگزاری میزگرد آسیب شناسی اپوزیسیون در 5 محور سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و رسانه‌ای بتواند پاسخگوی مشکلات امروز و قدمی مثبت در ساختن آینده ایران بردارد. جواب بسیار خوب، منتظر میمانیم تا ببینیم سخنگویان شرکت کننده در جلسه چه میگویند و چه تدابیری برای ارائه در آستین دارند. ایشان در حوزه سیاست میپرسد، یکی از اون عنوان‌ها رو من انتخاب کردم از اون 26 سوال، آیا اپوزیسیون واقعا با جمهوری اسلامی مخالف است؟ آقای سوربی نظر شما چیه؟ والا نمیدونم، بعضی هاشون مخالفن بعضی هاشون نیستن، نمیدونم. همین که دو پشت این توضیحات قایم میشن آدم رو گیج میکنن، خیلی واضح نمیان. به قول شما میگن نمیگن تو این نشستا که اصل ماجرا چیه، مشکل چیه، اینی که مردم هم گیج و کانفیوز همینجوری وایسادن. خب در نفسش این سوال بد نیست، بله. یعنی میتونه برای من، شما و هزارها نفر سوژه‌ای برای بحث باشه، نوشتن یه مقاله باشه که آیا اپوزیسیون واقعا با جمهوری اسلامی مخالف هست. خیلی خب، وقتی که شما اپوزیسیون رو تعریف کنید، برای چی من اونجا تعریف کردم و بارها هم گفتم ما وقتی که درباره هر چیزی که میخوایم صحبت کنیم باید یاد بگیریم ابتدا اون رو تعریف کنیم تا مقاله ما از یک جنبه علمی پیدا کنه و از سوی دیگر مخاطبا بدونه که ما درباره چی داریم حرف میزنیم. وقتی که میگیم اپوزیسیون یعنی انسانی که مخالف دولت در حاکمیت است. خیلی خوب، حالا بریم به این جواب. جواب منظورشان مشخص نیست، اپوزیسیون داخل یا خارج. ما چون دو گروه اپوزیسیون داریم، در داخل افراد ناراضی از دولت در ابعاد میلیونی است که بخش بزرگ آنها طالب براندازی نیستند، تنها میخواهند از رفاه اجتماعی برخوردار شوند. و اینا رو نمیتونیم در گروه اپوزیسیون قرار بدیم. تعدادی از ترس سکوت پیشه کردند، بسیاری اعتقادات اسلامیشان ترک بر نداشته. میلیون ها نفر از اهالی شهرهای بزرگ در جستجوی راهی برای خروج از کشورند و ایران ام القرا جهان شیعه. این متن رو من چندین بار در گفتگوهایمون خوندم و لازم استش اینجا اشاره کنم که این ویدیو رو ما که ضبط میکنیم، آقایون اگر فرصت کردن و علاقه من بودن گوش کنن به این نکات توجه کنن، هرچند که در گفتگوهایی که توی 24 ساعت اخیر اینجا و اونجا من پیدا کردم آقای چالنگی بود، به خود همین آقای جمشید افشین جم بود و یه آقای دیگه به نام دکتر نودوشنی حرفای بسیار جالبی میزد و من هرچی به بله
نمیگم ایشون هم میشناسن، فکر کنم آقای پرچیزاده هم باشه، رضا پرچیزاده هم هست. بله اونا هستند و با اینا داشتن درباره این میزی که صحبت میکردن. این آقای نودوشنی هرچی من قیافش نگاه کردم به اون آقای نودوشنی که در این کنفرانس هایی که در شهر گل در دانشگاه اتون زمینارات ما اجرا میکردم من میدیدم، ایشون یه سیستانی بلوچستانی هستن و در انگلیس تشریف دارن، ولی ایشون این آقای نودوشنی در آمریکاست. نه 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 اون یکی فامیلیش یه چیز دیگه است، میدونم اونی که شما میگی اون نودوشنی هم اونه، و من دیدم این نودوشنی اون نیست. این نودوشنی حرفای بسیار جالبی میزد و در ضعف اپوزیسیون به روشنفکران میپرداخت. اگه اشتباه نکنم دکتر نودوشنی توی شیکاگو یا نیویورک آمریکا هستن. اون کسی که شما میگید اون آقای الان اسمش یادم رفته، چند بار من باهاشون مصاحبه کردم، توی انگلستان هستن و لهجه سیستان بلوچستان زاهدانی رو کاملا دارن. دو نفرن این ایشون، این دو تا با هم فرق. بله 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 دو تا آدم مختلف. من همینه می‌خواستم بدونم که این آقای نودوشنی دیدم حرفای بسیار بسیار جالب میزنه، در صورتی که اون آقا یه مقداری حرفای اقوامگرایانه اون از این طور مسائل بیشتر به اقوام و استقلال اقوام و نمیدونم حاکمیتش و خودمختاری اونا تکیه داره. ایشون داشت حرف می‌زد تو این بحث و گفتگوها یاد می‌کردن به این نکاتی توجه کردن. من توی صحبت یکی از اینا شنیدم که تالا نشنیده بودم، در این پارک های ایران در ماه یه چیزی معادل 900 تا 1000 بچه قنداقی، بچه نوزاد و یکی دو ساله رو میارن رها میکنن، زایعه رو ببینید. من ویدیو شدیدم اینو، باید توی این متن من وارد بکنم که درباره ایران ام القرى جهان شیعه اشتراک گذاری کنم. ایران ام القرى جهان شیعه، بهشت ملایان، خفته بر دریای نفت، کشوری است با 20 میلیون فقیر محتاج نان شب، 9 میلیون بیکار، 4 میلیون معتاد، بیش از 800 اعدام در سال، 3 میلیون زن تنفروش، 14 میلیون افسرده روان، 1 میلیون 700 هزار کودک کارگر، 1.5 میلیون محروم از تحصیل، 180 هزار فراری آسی با 11 میلیارد دلار خسارت ناشی از فرار مغزها در سال، انتقال هر ساله میلیاردها دلار ثروت ملی به عربستان جهت زیارت حج، بزرگترین مصرف کننده تریاک، هروئین، شیشه و کراک در جهان، از هر 10 ازدواج 6 طلاق، همسرآزاری 65%، کودک آزاری 30%، فروش 13,000 کلیه در سال، 110,000 نفر با مدرک دکترا در رشته های گوناگون بیکار، بی سواد 9 میلیون، بیمار مبتلا به ایدز 40,000، ثبت 80,000 سرطان جدید، تهران کثیف‌ترین پایتخت جهان در آلودگی هوا، 450,000 تصادف رانندگی با بیش از 25,000 کشته در سال. آقای سربی این عدد قولاسای 450,000 تصادف، اون تعداد تصادفاتی هستند که به پلیس گزارش شده. بگذاریم از تعداد زیادی هستن که هنگام تصادف با هم توافق کردن به یک نحوی یا یک گذاشته در رفته شده، یعنی اونا رو شامل نمیشه. 17,000 تا 20,000 چک برگشتی در روز. آقای سربی فاجعه نیست که در روز 17,000 تا 20,000 چک برگشتی ما داشته باشیم؟ حالا باید منتظر کریدیت کارت بشیم، چون من دیدم هفته گذشته گفتن یک کارتی هم اونجا شروع شده، نه کارت‌های اعتباری که اول پول میذارن بهشون میدن، درست مثل کارت‌های اعتباری که توی آلمان و آلمان اینجا هم هست اون شروع میشه. من اتفاقا تو برنامه گفتم حالا باشیم تا ببینیم که اونجا این کارت‌های اعتباری چه عکس العملی نشون میده. بله خب این البته حکایت از این داره که سیستم این چک و سفته و مسائل اقتصادی در ایران درست عمل نمی‌کنه. چرا در این آلمان اینطوری نیست؟ برای اینکه اینجا برنامه‌ریزی کردن و جلوی بزهکاری‌ها رو می‌گیرن. در
دلیلی نداره من بیام از شما یه کالایی رو بخرم و بعد چک به شما بدم بعد روز موعود اون برگرده. اینو بهش میگن تقلب، شارلاتان بازی. و یه دونه دوتا ستا نیست، اگه یکی دوتا پنج تا ده تا یا هزار تا باشه میگه بله در بین 80 میلیون ملاقه هزار تا زیاد نیست، ولی 17 تا 20 هزار چک برگشتی در روزه. 9 میلیون پرونده قضایی در سال ما داریم برای یک ملت دست بالا بگیریم 80 میلیونی 9 میلیون پرونده قضایی، یعنی هر 10 نفر 2 نفرش رو تو دادگستری پرونده دارن. سند بزهکاری زیر 10، کف سندی فحشا 14، اعتیاد 13، خودکشی روزانه 13 نفر داره اکو میکنه، خودکشی روزانه 13 نفر و 60 هزار در سال. رابطه نامشروع زنان شوهردار 5.3%، 3.9%. سخت جنین، یعنی از هر 100 زن شوهردار تقریبا 5 خورده ایشون، 5 نفرشون ما اینجا میشون میگیم فرم میره خودفروشی میکنه. سقط جنین غیر قانونی با عدد قولاسای 250 هزار در سال. برای چی اینقدر سقط جنین داره صورت میگیره؟ به خاطر روابط دختر و پسر و زن و مرد رو ممنوع کردن در عمل و گفتن هر کسی میخواد با هم دیگه سکس بکنه بیاد از ما اجازه بگیره، پولی هم به ما بده و اینا نمیکنن و این چیزا صورت میگیره و بعد بچه به وجود میاد، این بچه ها رو برمیدارن خفش میگارن میدازن توی زباله و میدازن اینجا. خب 250 هزار در سال. فروش کودکان هر روز 1 تا 3 نفر با قیمت توافقی و زنان کارتون خواب بی سرپناه در شهر تهران بیش از 10 هزار و مردان در سنین مختلف هزاران نفر. 22% درگیری ها و 40% سرقت ها به دلیل مصرف مواد مخدر. زندانی بیشمار. شما میدونه آقای سوربی چقدر زندانی در ایران داری؟ فکر نمی کنه آمار دقیقی داشته باشه. میگن یه چیزی معادل 3 تا 4 میلیون که البته خیلیشون سیاسی هستن. در این آلمان 82.3 میلیونی 365 هزار نفر زندانی داریم که سیاسی، هیچ کدوم سیاسی نیستن، فقط به زکاری های مختلف مثل دزدی و فحشا و سکس و مال و نمیدونم کرمینال و بانک زدن و از این طور چیزاست. و اتحادیه کلان راندخاران ملا و مکلا متمرکز در بیت رهبری در رأس امور. ما منتظر میشیم و دونه دونه این مقالات این آقایونی که در اونجا سخنرانی میکنن رو میخونیم و میشنویم ببینیم که آیا به این مطلب اشاره میکنن. اتحادیه کلان راندخاران ملا و مکلا متمرکز در بیت رهبری در رأس امور. شنیدین که مولوی میگه ماهی از سر گنده گردد نیز دوم؟ اینا باید به اون سر اشاره بکنن. در این کشور همکنون 22 میلیون دختر و پسران مجرد به علت بیپولی و نداشتن بضاعت مالی نمیتوانند ازدواج و تشکیل خانواده بدهن و دانش آموزان را تنبیه میکنن تا یاد بگیرن خوب بنویسن و هنگام بزرگسالی به جرم خوب نوشتن و بیان حقیقت قلمها و ستون فقراتشان را میشکنن. خب در اینجا بحثی نداری؟ یا من ادامه بدم؟ نه دارم گوش میدم بفرم. خب و اما اوضاع اپوزیسیون در خارج کشور و همینطور در داخل. یکی از این عنوان ها که خارج کشور وقتی که ما میگیم اپوزیسیون داریم باید این افراد رو مورد بررسی قرار بدیم که چگونه شخصیت هاست، به چه دلیلی بلند شده اومدن خارج کشور. اینا تحت گروه های مثلا پناهنده هستن، مثل اینه که شما یه اشاره هم کردید پناهنده هستن، پناهجو هستن، یه تعدادی خود تبعیدی هستن. مثلا من یه خود تبعیدی هم، کسی من از ایران بیرون نکرد، خودم رو تبعید کردم. یه تعدادی هم مثلا فراری هم. خب من این علت فرار مغزها در ایران رو مورد بررسی قرار میدم. اصطلاح فرار مغزها نخستین بار انگلیس ها به کار بردن که چرا ایرانیان
از سرزمین آبا و اجدادی خود می‌گریزند. از مفهوم واژه فرار برمی‌آید که انسان جان شیرین را برداشته و اقلیم بومی، خانه و کاشانه اجدادی به دلایلی که در رأس آنها ابلیسی بس شیاد مسلح به انواع اهرم‌های کنترل، سرکوب و مطیع کردن ملت حضوری فعال دارد می‌گریزد. و این فاجعه انسانی در طول هزاره اخیر دو بار در ابعاد کلان در ایران اتفاق افتاد و با نقبی کوتاه بر تاریخ سیاسی 1400 ساله اخیر به دو نمونه آن با اتکا و اسناد در بایگانی تاریخ مهاجرت ها اشاره می کنم. موج اول فراریان. زرتشتیان ایران در سده دوم هجری از شر دولت خلافت، من درباره این دولت خلافتم قبلا دو تا برنامه اجرا کردم که قبل از اینکه اسلام پدید بیاد در خود ایران بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی دولت خلافت تشکیل شد، متشکل از گروه هایی که در ایران بودن، در خراسان، میان رودان، همه عراق فعلی و در شامات. اینا با هم دیگه ائتلاف کردند که در یک دولت خلافت رو تشکیل دادن، منتها در بدنه این دولت خلافت اون بخش شاماتیان که خستانیان و لخمیان و یمانیان و اینایی که از حجاز و این چیزا بلند شده اومده بودن، از یمن اومده بودن، اونجا فرادست بودن، توانستن این مسائل اسلامی رو در اونجا مطرح کنن. بعدها قرآن تدوین شد و اساسنامهی برای دولت تشکیل شد و برای این قرآن هم اومدن پیامبر و خدا و الله و این عناصر دیگرش رو هم درست کردن. زرتشتیان ایران در سده دوم هجری از شر دولت خلافت که در بدنه آن اعضای قبائل قسطانی، لخمی، قریشی و یمانی فرادست بودند به هند کوچیدن. از این رو آنها را نخستین مهاجران و فراریان سیاسی ایرانی در هزاره‌ای اخیر به شمار می روند. و حمد ابن یحیی البلاذری تاریخ وفات، کتابش هم من اینجا یه روز برای شما نشون دادم، تاریخ وفات سال 297، توجه کنید نزدیک 300 سال بعد از فروپاشی امپراتوری ساسانی هجری، در کتاب خود فتح البدان هنگام گفتگو از سقوط کرمان شرحی نگاشته که به موجب آن عده‌ای از پارسیان با جنگ و گریز خود را به جزیره هرمز رسانیده و از آنجا با کشتی از راه دریا به سوی هند گریختند، زیرا جزیره هرمز از دیرگاه مغستان خوانده میشد و این بدان سبب بود که پناهگاه و یا گریزگاهی برای زرتشتیان به شمار می‌رفت و چندین نامگذاری چنین نامگذاری برای جزیره هرمز دور از حقیقت نیست. اون اولین دسته که شامل زرتشتیان میشد، چرا که اون اسلامگراها اومدن روی کار. خب طبیعتا زرتشتی ها رو تا اونجایی که میتونستن باید از صحنه حذف میکردن، دولت رو در ظرف 20 سال از صحنه حذف کردن و دیانت زرتشتی رو 200 سال طول کشید که به طور کلی از ایران حذفش کردن و ما اصلا اطلاعاتی نداریم در باره دیانت زرتشتی. موج دوم مهاجران، گریختگان و خودتبعیدیان. آمار سازمان ثبت احوال، توجه بکنه این آمار رو ثبت احوال ایران نوشته و طبیعتاً تلاش کرده تا اونجایی که میتونه این آمار رو ارقامشو بیاره پایین، یعنی اون اعداد واقعیش نیست. الان در موقع خوندن عددها رو که میگم از شما میپرسم و ببینید چقدر تفاوت داره. آمار ثبت احوال ایران نشان میدهد 4 تا 5 میلیون مهاجر ایرانی در 22 کشور جهان سکونت دارن. این نوشته 4 تا 5 میلیون، در صورتی که نزدیک به 7 میلیون میگن، که سهم آمریکا 1,400,000 نفر. در آمریکا 1,400,000 نفر. آقای سوربی حالا نمیدونم چون سازمان درستی نیست اینجا، مثلا بهایی ها قشنگ میتونن سرشماری کنن. اگر حتی اپوزیسیون یک کار ساده ای انجام داده بود، یه سرشماری که نه، یه ثبت نامی چیزی میکرد، معلوم نیست، چون نه مردم اطمینان میکنن به کسی بگن که ما کجایی هستیم. اینها اینه که فکر نمیکنم حتی اون آمار سرشماری آمریکا هم چند بار ویدیو گذاشت درس داد که توضیح بدید، ولی اینجا چون ایرانیا خودشون رو فقط مینویسن سفید پوست هستیم، جزء ایرانیا شمرده نمیشن، اینه که معلوم نیست. خب
میگه که سهم آمریکا 1,400,000 نفر، امارات متحده عربی 800,000 نفر، اون دبی و شارجه و ابوظبی و اون طرف ها، و سوئد 110,000 ایرانی در خود جای دادن. و اصلی ترین دلیل از میان توجیهات متعدد مهاجرت ایرانیان حضور دیانت اسلامی و نقش مخرب آن در ایران است، زیرا این مذهب از ابتدای پیدایی لحظه درنگ در حسب هویت ملی و دیانت ایرانی زرتشتی در ایجاد امت اسلامی نکرده و تا جای پیش رفت که نهاد کهنسال سلطنت را عربیزه و آلوده به رسوم اسلامی و مناسک اسلامی به رسوم سامی و مناسک اسلامی عربی نمود و در 30 سال اخیر فرار مغزها از شر رژیم نکبتبار اسلامی تبدیل به اهدا کنندگان رایگان سرمایه ایران انسانی ایران به کشورهای توسعه یافته در قرن 21 شده است. زیرا انسان بالغ و دانش آموخته مهمترین عامل مؤثر در فرایند توسعه جامعه و موتور محرک رشد فرهنگی در سطوح گوناگون است و ناگفته نماند منابع طبیعی به تنهایی و آلودگی به مهملات ماورای طبیعی دستگاه اولاسای پیشرفت را به حرکت در نمی آورد، بلکه در خط مقدم ثروت‌های بالقوه نیروی انسانی سبب ساز توسعه ترقی و شکوفایی اجتماعی است. و بیدلیل نبود که تئودور شولتز اقتصاددان کشاورزی آمریکا در سال 1961 گفت کلید توسعه اقتصادی خود انسان است نه منابع کشور، و با این حکم مهر تأییدی بر سرمایه انسانی بالغ و تربیت یافته برای پیشرفت رشد اقتصادی و سیاسی کشورها میزند، زیرا سرمایه انسانی نیرویی است که با هزینه سنگین فراهم می شود و تربیت این سرمایه بودجه کلان، امکانات در سطوح گوناگون، زمان درازدامن و برنامه ریزی حساب شده را می طلبد. و فرار مغزهای بالغ و نخبه های متخصص باعث کاهش انباشت سرمایه انسانی و در نهایت زیان اقتصادی می گردند و کشور بلادیده ایران تحت سلطه شریعت اسلامی آمدانه و هدفمند این سرمایه گوهرین را از دست می‌دهد، تا از یک سو نیروی ترقی‌خواه کشور متکی به سرمایه انسانی تربیت یافته و مسلح به فناوری در سطوح گوناگون که می‌تواند به شدت خطرناک باشد، و از دیگر سو منافع اقلیت ملا و مکلا و دار و دسته راندخاران و آقازاده‌های نوکیسه متراکم در بیت رهبری به خطر نیفتد و این جماعت انگل تکیه زده بر ثروت و منابع طبیعی ایران از زندگی در رفاه و ناز و نعمت برخوردار باشند و در 30 سال اخیر جوانان مستعد و میانسالان متخصص و کارآفرینان سیلاسا به کشورهای دیگر به خصوص آمریکا و اروپا مهاجرت کرده و برخی از کارشناسان کشورهای صنعتی غرب اعتراف میکنند جذب هر فوق لیسانس، دکتر و کارشناس حداقل 1,000,000 دلار برای اقتصاد آنها سودآور است. و طبق آمار صندوق جهانی پول سالانه بین 150 تا 180,000 نفر از ایران از ایرانیان تحصیل کرده برای خروج از وطن اقدام می‌کنند و ایران از نظر فرار مغزها در بین 91 کشور در حال توسعه و عقب مانده جهان مقام اول را به خود اختصاص داده و تا سال 1997 میلادی 37,362 ایرانی با تحصیلات لیسانس به بالا در بانک اطلاعات علمی متخصصان دفتر خدمات مهاجرتی آمریکا ثبت نام کردند، که از این عده 29% در سطح دکترا، 33% فوق لیسانس و بقیه لیسانس بوده و بر اساس آمار منتشر شده 4 تا 5 میلیون مهاجران ایرانی در 32 کشور جهان سکونت دارند، که سهم آمریکا 1,000,000 مهاجر ایرانی است و بیش از 1/4 ایرانی تبارهای آمریکا دارای مدرک فوق لیسانس
و دکترا هستند. ایرانیان مقیم خارج دست کم سرمایه بالغ بر 800 میلیارد دلار در اختیار دارند که این مبلغ معادل 10 سال فروش پول نفت کشور است و عمق فاجعه این است که تعداد انگوش شماری از این افراد مخالف سیاسی نظام هستند، یعنی اپوزیسیون بی اپوزیسیون. متوجه هستی چی میگی؟ در خارجی کشوره، به خاطر اون وجود جمهوری اسلامی هم فرار کرده، اما مخالف نظام نیستند. و امروز بیش از 500 پروفسور ایرانی در ایالات متحده آمریکا حضور دارند و این در حالی است که کل استادان داخل کشور در سال 89 تا 90 برابر با 2660 نفر بوده و البته هر فرد با مدرک دکترا را نمیتوان در ردیف نخبگان علمی قرار داد، مخصوصا دانش آموختگان دانشگاه های آزاد اسلامی که کسب مدرک بدون تجربه یا اکادمیک در تئوری و پراتیک در این مراکز با شتاب و پرداخت پول صورت گرفته و انبوهی با مدرک جعلی بدون تخصص وارد صحنه و لشکری هم در پشت دیوار بیکاری و بال خانواده های خود هستند و در جستجوی راه گریز از کشور به هر دری میزنن و ناکام شدگان مردانشان با اعتیاد و الکل و زنانشان با تنفروشی دست به گریبانند و این فاجعه محصول عملکرد غلط رژیم اسلامی متکی به شریعت نبوی در 35 سال اخیر بوده است. ما چقدر دیگه وقت داریم آقای سروی؟ وقتمون تموم شده، ولی اگه میخواین چند دقیقه تا تک کامل بشه بفرمایید. من یه مطلب دیگه ایرم میتونم به همین اضافه کنم که شاید در همون پایین مطلب شما ببینیم، بیشتر دو سه دقیقه طول میکشه، که این درباره همین تعریف اپوزیسیونه که شامل داخلی و خارجی باز میشه و چون مطلب اصلی درباره اپوزیسیون هست، من لازم میبینم یه بار دیگه در خاتمه به این مسئله اپوزیسیون بپردازم. تعریف اپوزیسیون: یک، اپوزیسیون به گروه مخالف دولت حاکم گفته میشود و مخالفت خود را در دو شکل قهرآمیز و صلح‌جویانه بیان می‌کند. در شکل خشن برکناری یا براندازی را مطلق و در شکل صلح‌آمیز با اصلاحات تدریجی پیش می‌رود. دو، بسیاری از افراد در داخل و خارج کشور در جدول اپوزیسیون قرار نمی‌گیرند، زیرا بیش از 80% جماعتی که در خارج هستند و با وجود اینکه خود را پناهنده اعلام کرده و برای گرفتن پاس گفتن در ایران جانشان در خطر بوده، بعد از دریافت پاس پیوسته به ایران می روند و می آیند که در عمل در گروه فاحشگان سیاسی قرار دارند، نه انسانهای آرمانگرا. به اینا میگن هم از کیسه خوران و هم از توبر خوران. سه، افرادی که در داخل خود را اپوزیسیون می دانند دو دست هستند. گروه اول جوانان پایین 40 سال که اطلاعات درستی از دوران پهلوی ندارند و گروه دوم پا به سن گذاردگانی پیر کودک افته در گهواره مهمل بافی و تفکر اسطوره‌ای هستند که در حل و فصل مسائل به جای یافتن علت مشکلات و کاربرد شافی آن با معلول گرامیز میشن. به چند دلیل، چندین بار این متن من خوندم برای شما در جلسات گوناگون، اینجا فشرده و کوتاه اون رو باید مطرح کنم. از یک سو به علت فقدان دانش فلسفی و از دیگر سو دین‌خویی و اسلام‌بارگی علت و معلول رو از هم تفکیک نمی کنند. دو، علت و معلول را پدیده واحدی می دانند. سه، افق و فکر این جماعت پیرپاتال چنان کوتاه است که شعاعش به کرانه های علت نمی رسد که با آن درگیر شوند. چهار، این جماعت به اصطلاح تحصیل کرده در صغرا کبراهایشان روی خط علت و معلول از جزء به کل نمیتوانند راه روند، در نتیجه استدلالهایشان کودکانه و متکی به منطق و استدلالهایشان منطبق با واقعیت نیست. پنج، برای اتحاد ما به ساروج آن نیازمندیم که باید آن را بسازیم و این ساروج از سوی تعداد اندکی از تحصیلکردگان در راستای براندازی رژیم نکبتبار اسلامی پیشنهاد شده است که با استقبال اکثریت روبرو نگردیم.
در نتیجه میلیون ها ایرانی آسیب و جان به لب رسیده، سرگشته و حیران زمان از دست میدهند و با هرمان های روانی دست به گریبانند. و در این فضا و اتمسفر مسموم است که بازیگرانی مثل مجاهدین، سلطنت پرست، توده‌ای، اصلاح طلب، سپاهداران، بسیج، اعضای بیت رهبری در رأس امور، قافله گردان شرایط ناگوار ایران بلادیده هستند. ختم خیلی ممنون. دوستان عزیز میتونید با آقای یزدان خداوندلو از طریق فیسبوکشون در تماس باشید. این ویدیو روی فیسبوک هست، از همین لحظه میتونید دوباره نگاه کنید، برای دوستانتون بفرستید و تا چند دقیقه دیگه، بعضی وقتا کمتر از یک ساعت، روی ویدیو هم روی یوتیوب هم هست و با اسم خود آقای یزدان خداوندلو هم در فیسبوک و هم در یوتیوب. از شما ممنونم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و ضمناً این رو برای دوستان هم ارسال میکنیم، اگه اونها هم مایل باشن اونها هم نظرات خودشون رو بگن که من و شما تنها به قاضی نرفته باشیم. ممنون از شما. بدرود بر شما آقای سربی، شرمندگان و بینندگان. مرسی. خب دوستان عزیز، برنامه ها رو پی میگیریم و این برنامه های دوستانی که هفتگی برنامه دارن اینجا به غیر از اینکه در بایگانی قرار داده میشه، تا هفته آینده هم هر روز از تلویزیون مردم پخش میشه و ما بارها گفتیم که شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. روز و روزگار بر شما خوش و برنامه های تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. ممنون از شما.